کتون بزنی چی شد؟ این زیبا جان بود ما هم خواستم همین زیبا جان باشی فعلا حالا یه زدم همین زیبا جانه چیز باشه تا من اینو درست کنم دیددم دا داردم دا اینو به صورتمون هم میتونیم بزنیم راستی بعدا دستمون هم موزه خیلی چه پیشنهاد خوبی بود که یکی دادم یادم رفته بود برای فسوریازیس هم یکی گفته بود یه مگس هم اومده
بس بریم بیاییم آهنگر رو ببندیم بیاییم یه چیزی یادم افتاد انجامش ندادم با این یک کافه بد نیست خب یادم رفت قبل از این که به شما بگم کافه یادم رفت اب نداره یه سری درستش میکنیم و شما رو میدارم یه قسمت دیگه اینم میدازم اونجا یه سر شما با هم حرف بزنید تا من چای چیز بشه اینم تا نرم بشه شما رو ببرید یه جای دیگه صدای بویلر اذیت نکنه بعد بیام چای بریم اینجا ببینیم که امروز صرف شست لباس شستم این پیرنم با دست باید میشستم خیلی پیرن که نیستم مشاکه دیگه بیام اینجا ببینیم کی هست کی نیست روزمرده عکس کلاغم هم که براتون گرفتم دیگه یکیتون سفارش داده بودید گلارم ببینین یه سر گلا یه سری بزنیم به گلا این گلای امروز متوجه شدم که یه ذره حالش چرا خوب نیست باید یکم توجه بیشتر کنم خب بریم دیگه این الان بویلره تمام بشه دیگه بهتون چی نشون بدم از روزمره این نشون بدم که خیلی قشنگ شده اینم پیشنهاد یه خانم به اسم تمنا بود فکر کنم الان با من قهر کرده چون بهش گفتم که کسانی که میان توی گروه دیگه هی نیان تو پیوی دیگه خب اینم از اینو بذارم و بیاید این بر بیاید اینجا با من کافه رو درست کنیم با من دیگه کافه من باید این کار قبلش میکردم ولی خب یادم رفته بود یه ذره آهنگم که نیست خب یه چند تا پیام ببینم خب برانچا یه لایف بذارم آهنگ بخونید باشه مشکل نداره بذاریم لالام اومده خب بذاریم ببینیم امروز چه برنامه های خب یکم شیر رو میریزیم برای این من کافه رو چرا گفتی فوزیه نیاد ای شما از کجا میدونید بخواه خوشم میاد که وقتی که من یه چیزی میگم بعد میام میبینم خیلی ها میدونن اینقدر خوشم میاد یا مثلا وقتی تعریف میکنم میگن میدونی بعد میبینم من توی لایف گفتم سبا این بذاریم اونجا بشنده یه کافم آماده شده این به صبحانه خب این از این و این از این و نیفتم خب یه دونه اول موز خب شما بیاد این بره یه جوری باشه موز بیاد اینجا این بیاد اینجا کافه بیاد اینجا خب اولا که هاواریو خوبید دیگه امیدوارم حالا پروفسورا شروع کردن دوباره چاق شدی لاغر شدی
نمیدونم شکمت بزرگ شد، نمیدونم چی شد، صورتت رفت اونجا، بیحال شدی، خوب شدی، بهما شد. ول کنید دیگه، ول کنید. من تو زندگیم یادم نمیاد به کسی گفته باشم چاق شدی، یادم نمیاد به کسی گفته باشم. رها کنید مردمو. الان ببین چقدر میخوری، چقدر میخوری. به خوردنشون کار دارید، به لباس پوشیدنشون کار دارید، به چاق شدنشون کار دارید، به نمیاد این بو نمیاد، به مریضی تینه نمیرم فلانه. بابا بذارید مردم ازتون بپرسن، بپرسه بگه که بابا من میخوام، نه نمیخوام چاق بشم، چی کار کنم؟ اون موقع توی راه حل بده پروفسور. خب چقدر میخوری؟ چقدر وقت اون چیزی که مواد غذایی یا هر چیزی که مربوط به تو بود خوردن، اون موقع بگو نخور. شعور میخواد دیگه. ما حتما همین مسئله رو در رابطه با فوزی هم من دارم. البته خیلی خیلی چیز شده، تنظیم شده، تنظیم شده. گفتم فوزی تا الان تو این 18 سال یه بار دیدی من بهت بگم که این لباس چیه پوشیدی؟ یک بار دیدی من بهت بگم که مثلا فرض کن هر وقت زیبایی های تو رو دیدم بیان کرد، گفتم ای چقدر این لباس قشنگه، چقدر خوشگی. حالا تا این هنوز خوشبختانه از این خرافاتم یه ذره دست کشیده، چون چند بار وایستادم. خوشگل شدی هم نمیتونستی بهش بگی خوشگل شدی، یکی خوشگل بودم، گفتم برو گام شو بابا، برو گام شو، یه دو سه بار دیگه بعد تعریف نمیکنم، خوشگل بودم. گفتم بزنی تو، یا این که یه سری که چیز مثلا چقدر مثلا میترسن که چشم بخورن. بابا نه، اون که اصلا تمام زندگی شما میره روی این مسئله که فقط منفیا رو ببینی، خوشگلیا و خوبیا هم که میبینید میگن چشم نزنید. این چقدر حماقت. حالا اول یه دونه بخوریم بس چیه، به امید رفع حماقت های امثال این کسایی که میار میگن. البته دیگه وقتی الان دیگه یه تعریفی مثلا میگم که سکوت میکنم، میبینم که باز تو دلش میگه ای وای برم تخم مرغ بشکنم، ای وای برم نمیدونم فلان کنم، ای وای فلان. ولی همون که سکوت میکنه تمرین خوبیه. جمع کنید دیگه. حالا برای کسایی که مذهبی هستن بذارید من براتون یه چیزی بگم. زمانی که زینب بودم یه سری جملات جالب از احادیث و اینا رو برداشته بودم زده بودم روی دیوار خودم، یا مثلا اونا رو تمرین. یه جمله بود که الانم دارم، یه جملاتی از همین الانم از اون زمان دارم و ممنونشون هستم دیگه. جمله بود از حالا نقل قول از حضرت امام صادق، حضرت ما رو بهش گفتیم باشید که جهنم بمونم اون موقع. اسپند رو موقعی دود کنید که بابا یه هوا. من اسپند رو خیلی دوست دارم، خیلی بوش رو خیلی دوست دارم. برای بوش تا الان که مثلا اسپند دود کنم برای تو نمیدونم پیره بوی بد رو میبره، از بین میبره. اصلا بوی خوبی داره اسپند. اسپند رو برای خودش انجام بدید، اسپند رو برای خودش دوست داشته باشید، اینو برای خودش دوست داشته باشید. سیبم خیلی خوبه قطع کنم. بذارید از امام صادق یادم نرونو بگم. زده بودم توی روی دیوارم حق زیبایی هاست، حق زیبایی ها که تعریف کردن از آنهاست را ادا کنید. اینقدر خوش آمده بود، بزرگ زده بودم رو دیوارم اون موقع که زینب بودم. بعد گفتم نگاه کن چند نفر دیدی که
این کار انجام بدن. حق زیبایی ها، زیباست این، ادا کنید با تعریف کردن از آنها تا ادا کنید. وای خوشگل بودم، مثلا چیه زده تو ذوق ما که الان تعریف کردی؟ یعنی نمیدونستی من خوشگلم؟ مثلا یه پسر بود، یه مرد افغان بود، دوست پسر من هم شده بود یه مدت. البته خب ما رابطمون به روابط جنسی کامل نرسید، به تشتر مشتر رسید ولی نه به جنسی کامل. حس ما، بدن ما لنگویج خودشو داره. البته اونقدر آدم با شعوری بود که نگه که مثلا نه حالا ما باید با هم ارتباط داشته باشیم فلان، ولی یه کاری کردین خیلی من بدم اومد. یه کاری هم من کردم اون خیلی بدم شد. وای وای چقدر خودم رو دوست دارم. حالا هر دوتاشو میگم. وای که چقدر من فعلا شما هم بخوری من حرف نزنم. شهر کیل بود فکر کنم، با هم ماشین، یه ماشین ماشینم داشت. البته من ازش خیلی چیزا یاد گرفتم، پسر جالبه بود. رفتیم با هم کیل، میگشتیم شهر کیل، گفت بریم عیادت یکی از دوستامون. رفتیم اونجا، تو بیمارستان بود، دخترش نمیدونم مریض بود، گفتش ما بریم یه سری بهم بزنیم. گفتم باش. تو بیمارستان رفتیم، دختره که تو بیمارستان دراز کشیده بود رو تخت و اینا، یه دفعه گفتم وای تو چی دختر خوشگلی هستی. و تا من اینو گفتم، این امول عقب مونده مثلا هم از رده های بالای ارتشی تو افغانستان اینا بود، یه دفعه دیدم به من برگشت گفت زیبا اونجا رو نگاه کن. گفتم کجا رو نگاه کنم؟ خواستم چشمتو چیز کنم، چشمتو برگردونم. منو میگید انقدر اعصابم خورد شد. گفتم مرد که پوفیوزه. حالا بذار بدم. گفتم تو انقدر یه چیزی به اونجا گفتم بهش دیگه، چون اگر نمیگفتم، یعنی زد تو ذوق آدم که داره این از این دختر تعریف میکنه که مبادا این چشم بخوره. ببین چقدر خرافات افتضاح، چقدر احساس منفی ده. اگرم من حس خوبی، انرژی خوبی داشتم به این دختر انتقال میدادم با تعریف کردنم، این آدم مزخرف که امیدوارم الان بشنوه ببینه، احتمالاً هم شاید بشنوه دیگه، چون خیلی یادم بود انقدر که ریچ روزانه من نزدیک 1,000,000، ولی خود این چیزا 140,000 تا 140 خورده ای. همه اونا کسایی هستن که پشت صحنه، پشت صحنه، از خانواده و فامیل و دوست و فلان، این همه پشت صحنه. وای 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 چه حرارت خوبی داشتیم. خوبه همین حرارت ببین. بعد انرژیم باعث شد من انرژی منفی بدم دیگه، یعنی اون احساس منفی که پیدا کردم، اون تو ذوق زدن این. حالا کار ندارم که یه سر این دوستمون، اینو فکر کنم توی لایوی هم تعریف کردم، ولی خب هرچه قد تعریف کنم بازم خوبه. سر یه چیزی هم دیگه رابطهش رو با من قطع کرد. یه خاطره ای رو داشت تعریف میکرد که رابطهش با من بود دیگه، باری که رابطه بود، چون دیگه منم اومدم هامبورگ، اونم تو شهر رنزبورگ زندگی میکرد، اون شهری که اووه بود، تو اونجا باش آشنا شده بود. با اووه هم آشناش کردم. گفتم هر وقت که هر دو تاتون با من قطع رابطه کردید با هم دوست بشید.
مثلا آخرین بار اون سوال چیزم تعریف میکنم براتون، سوالی که پرسیدید در مورد فوزیم. اسم این پسر چی بود؟ محمد ظاهر. محمد ظاهر، محمد ظاهر یه بار تعریف کرد که آره ما تعصب داریم رو خواهر و مادر، ما رو خواهر و مادر خیلی تعصب داریم، اگه به خواهر و مادر ما یه چیزی بگم. بعد گفته بود که یه بار که با یکی از دوستاش نشسته بودن نمیدونم حرف میزدن، اون یه حرفی از زبونش در میره، میگه نمیدونم مادرتو فلان کردم چیکار کردم، اینا هم که تعصب رو مادر باید این تعصب رو نگه دارم دیگه. کاسه بلوری رو ور میداره همونجا که تو چیست، کاسه بلوری سر شام رو داشتن میخوردن چی اینجوری ماس بود، ور میداره تخ زنه تو سر اون، خون ریزی و فلار و بهمان و پلیس و چی 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 چی. بعدم مردم رضایت میده، میگه خب آره باشه، نمیدونم البته رضایت دادنش حالا چی بوده اون پشت معلوم نیست، ولی خب من اینو که میشنوم این انگیزه ای میشه. الان نمیخوام دست به کتابام بزنم، یکی از شعرامو تقدیم به ایشون کردم، تقدیم به محمد دوست عزیزم محمد ظاهر، که با تعریف خاطره ای از من در تعصب از مادر و دفاع از ناموس و فلان و اینا با کاسه بلوری ماست سر دوستش را شکانده بود. ما این شعر رو نوشتیم، به من کسی گفت بی غیرت. خیلی من شعرم رو دوست دارم. وای 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 چه خوشمزه، خوبه. رسولم میگم، خوب شد رسول رو گفتید. رسول، داستان رسول رو بچه یادم بندازید. بچه رسول 500 هزار تومن دیگر رو بالاخره بچه شیر استان شیر، بچه شیر استان فارس، بچه شیر شیراز 500 هزار تومن واریز کرد، بعد برگردوند چند روز پیش، ولی یه حرفای زد، گفت میخوام یه صحبت هایی کنم، اگه استوری نمی کنی، خب ما هم که استوری نکردیم، بعد اگر استوری نمی کنی، اگه من همین حرفایی که میزنم دروغه، بیاد بگه دروغه، اگه گفت دروغه شما حرف اونو قبول کنید، گفت اگه استوری نمی کنی من این حرفا رو میزنم. چتاشم تونتون پاک میکرد، یک چیز می نوشت پاک می کرد. بعد گفتم چرا چتت پاک می کنی؟ می خوای استوری نشه؟ زنگ بزن. زنگ زد. آقای رسول. آقای رسول زنگ زد. گفت بعد یه روزگار خوش و فلان و اینا هم برای ما نوشته بود. روزگار خوش، زیبا یه ناوک. زیبا ناوک. خواستم بگم که این حرفایی که درباره من در رابطه با من نوشتن نظر من نبود و فلان و بهمان و اینها، و این من بعد گفتم خب باشه نظر تو نبوده دیگه، اونم که دیگه فقط تو رو تگ کرده دیگه، نظر خودش، شما هم که پولتون رو گرفتی الان هم پول رو دادید، 500 هزار تومن رو دادید. کتابارم اگر میشه مثلا کتابام هنوز دستشه، کتابام هم 500 هزار تومنه دیگه، کتابام هم دستشه. گفته که گفتیم میخوای پست کنی، آدرس دادیم پست کنه، گفت اگه بشه یکی تو همون شهر. گفتم فعلا حالا آفرین به تو که کتاب ما رو چیز نکردی، نسوزوندی، به قول یکی نمیدونم یه آرامشی مارامشی یکی بود که رفته بود گفته بود که بشاش رو کتاباشو بسوزون، ما هم گفتیم خب شاید حرف اونو گوش بده دیگه، از این کارا زیاد کردن کسایی بودن. برای کتاب ما رو خویشه، ما هم که متعصب چیز نیستیم بگیم که وای قرآن ما فلان شد بهمان شد، به قرآن ما جبین و جبروتش بریم، برو آرامش بهت میده، پارش کنی، بشاشی، بچه ما رو خویته دیگه، کتاب دیگه.
ما بیایم یه آدمی را بکشیم به خاطر اینکه تو اومدی رفتی به قرآن ما اهانت کردی، به یه کتاب، به چند تا کاغذ اهانت کرد، یا به یه مرده ای اهانت کرد. نه بیا الاسم به همه پدر مادر ما، هر پدر مادر من کارلا زنده هستم، واسم به اونام به زنده با مردهشون فوش بده، بده دیگه بده. حالا ما میایم تو رو بیایم چیز کنیم، بگیریم بگیم آه بول کاسه بلوری ماست رو بگیریم، اولا ماست رو ریختی زمین کاسه بول. اون موقع من تو اون جریان ها بگم ای ماسته که ماسته چی شد، بلوره که نشکست. اون موقع به جایی که فکر دوتاشون باشم میگم فکر ماست و کاسه بلوری میشم که خراب نشه یا اتفاق براش نیفته. آقای رسول گفت استوری نمی کنم، گفتم پاک نکن، گفتم که تو هنوز منو آنبلاک نکردی، ها گفت نگو آنبلاک آخر سر، گفتم گفتش که من میترسم. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میترسی بچه شیر استان فارس 1300 خورده الان اینجا دارم نگاه میکنم، صبحونه رو دارم میخورم، میترسم از چی؟ چون به تو گفته بودم برو این حرفی که در مورد مثلا فرض کن فاطمه نجفی زدی تو دایرکت من، برو خودت بیاد بگو از این میترسی؟ بچه شیر شیره، بچه شیر استان فارس، از مفاخری ها میترسی؟ بچه شیر. حالا چیکار؟ ما برو باش حرف بزن، برو اصلا برای لایه من حرف بزن، خوبه برای خودت هم خوبه، ترست میریزه، میری میبینی اصلا ببین چه شکلیه چه جوریه. اینم از بچه شیر استان فارس، جون و دلم جون و دلم شده بچه شیر استان فارس. منم آخر سرش بهش گفتم، گفتم دارم شیرازی میشم، دارم شیرازی میشم، دانشگاهی میشم، دانشگاهی میشم. وای 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 وای، بعضی وقتا جوکاتون خیلی بامزه است. دارم خب خیلی خوبه. حالا هر وقت جون و دلم که رفته بچه شیر استان فارس شده، ترسش رفت، منم براش نمیشتم، ترست رفت، ما رو آنبلاک کن، ما خوشحال میشیم که بازم بیاد بگه وای جون و دلمی بیا بگو دیگه، ما هم خوشحال بشیم لاس بزنیم. بچه میبینیم به کجا رسیده، مشروب میخورن انقدر نمیترسن، مشروب تولید میکنه انقدر نمیترسن، مواد مخدر مصرف میکنن میخرن خرید و فروش میکنن انقدر نمیترسن. نصیبا ناوک فالو کردنشون میترسن. آمبلا کردنش، فالو کردنش، پیشکشش. نوش جانم، نوش جانم. این شد بعد داستانم شیر بچه. ممنونم 500,000 تومن منو برگردون و اگه کتابای منم سالم بمونه دوباره ممنون خواهم شد. اون موقع شاید ما بگیم جون و دلومی، کتابای من نگه دار بعد جون و دلوم میشی. حالا که دستته اگه این بهت رسید بخونشون، ورق بزن عکساشو نگاه کن، عکس بابامو نگاه کن، مامانمو نگاه کن، عکس شوهر من که اعدام شده رو نگاه کن، عکس کودکیامو نگاه کن و و و و و عکس عروسی من با جمال رو نگاه کن، هیچ کس نبود خودم بودم،
بعدش عکس بچه فرزند خونده هامو نگاه کن، محمد حسین و فاطمه، فاطمه شی، فاطمه، فاطمه. خب اینم از این. حالا چی بود؟ یه چیز داشتی که داشتم گفتم، محمد ظاهرم که گفتم بهتون سر این که براش تقدیم کردم این شعر رو. حالا خوبه که پاس ما رو نمیتونست بزنه دیگه. ما گفتیم تقدیم به محمد ظاهر عزیزم و این شعر رو کردیم دیگه از موقع به بعد و براش پست کردم. اون موقع سال چند بود؟ 2000 پست کردم دیگه، توی پوشه گذاشتم همین رو کپی کرد، چس کردم، پرینت کردم این شعر رو قشنگ براش فرستادم، گفتم دیگه تقدیم کردیم به از اینجا فرستادیم برای رنزبورگ محمد ظاهر. من خوب خوب بود دیگه، اگه بیاد که ما خوشمون میاد، ما همه دوست پسرامون رو همچنان دوست داریم. پسر خوبی بود. به هر حال من در همون کوتاه مدتی هم که باش بودم ازش لذت بردم. آها سال چند بود؟ 2006 2005 یا 6 2004 رفته بودم 4 ماه پیش اووه زندگی کردم، اونجا با محمد ظاهر آشنا شدم، بعدش برگشتم هامبورگ. 2005 بکنم 2005 و اما چرا به فوزیه گفتم نیاد؟ سوال خیلی خوبی کردید. فوزیه فرزانه رو که دیدید، فرزانه چقدر شما خوب هست چیز میکنید و همه چی رو حواستون هست، خوشم میاد از سوالاتتون، از پیگیریاتون، از دقتتون تو خیلی چیزا، خیلی خوشم میاد از نکته سنجیاتون. فرزانه یادتونه با برادرش مهدی اومد؟ فرزانه که همون الان دماغشو عمل کرده، پولیپ داشت، بعدش یه مدتی الان نمیاد و فلان، دو پولیپ دماغش عفونت کرد و فلان و بهمان و اینا. به هر حال همش داره توی مدت دنبال چیزای بهداشتیشو نمیدونم فلان اینجور چیزاست. خب فرزانه رو که من همه بچه ها رو با هم آشنا میکنم، به خصوص همه بچه ها رو سعی میکنم که با فوزیه آشنا کنم، چون اون موقع هم که احمد بود سعی میکنم با احمد آشنا کنم. خب حالا بذار اینو بخورم. پیاماتون هم بزن ببینم با مزن. بنویسید آی بنویسید، بنویسید آی بنویسید. آها خب حالا بذار ادامه بده. نه کنفرکس بذار اینم بهتون نشون بدم. اول غذا چیزی که میخوره اویو خب از روش انداختم دیگه بیشت کنم. کورن فلیکس سبیت داره یه باره نشون دارم اگر من باره نشون دارم اینه. حالا که اینو در بردیم بندازم اینجا پهانهشو بیشتر بخورم، پهانهشو بیشتر بخورم. خب فرزانه که اومد اینجا با فوزی آشنا کردم اینا، خب خیلی صحبت میکنم، فرزانم خیلی ملایم، خیلی آدمیه که به هر حال با همه خیلی ملایمه دیگه، چیز نیست. اوه توی یه چیزی داشت از من در مورد خدا صحبت کرد و اینکه نمیدونم به خدا
شک کرده بود و به فلان و اینا یه اتوم. یه صحبت خیلی معمولی، در حالی که شما تو مصاحبه های من با این انقدر که این خدا خدا میکنه به امید خدا، اصلا دیگه آدم خسته میشه، اصلا واقعا خسته میشه. به امید خدا حرفای زیادی میزنه که فرزانه رو میگم، امیدوارم وقتی این لایو گوش بده یه ذره حرفاشو سلکت کنه. به امید خدا، به مدد اگه به امید خدا فلان بشه دیگه ما رو با خدا مینماید دیگه کلمه. حالا نمیدونم این یه سوالی میکنه تو اونجا، فوزی هم نشسته بود. خب بعد میگه من آره من به خدا فلان، یه چیزی در مورد خدا شک خودش مسئله شو میگه. این یه دفعه میگه که دیگه نمیخوام ادامه بدی. فوزی هم میگه گفت چی گفتم؟ گفتش که نمیخوام دیگه، بس ادامه ندید در مورد خدا مثلا. آقا بابا جان بی خدایی که تو جلوت نشسته، این زیبا که از همون اول زنده هر وقت میاد تو قضا یه دونم، الان دیگه نمیگه، خوشبختانه نمیگه، چون هر وقت میمد قضا رو بخوره میگفت بسم الله، منم گفتم بسم شیطان، گفتم تو بسم الله بگی من بسم شیطان میگه. باید یه نفری بالاخره، این دو نفر باید با هم دیگه عدالت رعایت بشه دیگه، هی خدا رو می حق نمی کنی به ما هر چیزی اینها. حالا تو اب نداره، من نمیگم نگو، تو بگی منم اینو میگم دیگه. وقتی میگفتم گفتم خب دیگه تو غذاتو به اسم خدا بخور، ما هم به اسم شیطان بخوریم، عدالت رعایت بشه. یا یه دفعه میمد میگفت این گوشت این نمیدونم فلان نیست، میگفتم اصلا ماهی هم اگه بود میگفتم ماهیش خوکه. میگفت چی؟ گفتم این ماهی خوکه که انقدر نمیدونم سر این که نمیدونم گوشت خوکه نیست، گوشت خوکه نیست، نمود ما رو بابا ول کن گوشت خوک. من میگفتم ماهی هم خوکه بابا، هر چی من دارم اینجا گوشت خوکه. اگر حالا گوش که زیاد ندارم مثلا خیلی، یه دونه اتفاقا یه چیز پیدا کردم گفت وای این خیلی خوب، گفتم خودت خوکه تو نخور، من خودم میخورم. حالا شاید اونو باز کردم خوردم به یاد ینس که غذای فیوریت ینس بود. رفته بودم پایین دم سطل آشغالی که ما چطور این چیزا رو کنسروا رو میذارم، اونا هم گذاشت رو. یه دفعه اینو گفت بودم اوه این غذای محبوب ینس، من برمیدارم کنسروا رو برداشتم. حالا شاید خوردم اونو بهتون بگم، اسم جالبی هم داره، کلوپس نمیدونم کلوپس کلوپ چی 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 باید بخونم دیگه، هیچ وقت هم فقط میخوردیم اسمش هم یاد نمیگرفتیم. اما این جریانی که چیزی که پیدا کرد با این فرزانه، با این فرزانه ادامه نده، فرزانه هم ادامه نداد. آقا همینو پیرن عثمان کرد، فرزانه در مورد خدا یه چیزی گفته، گفتم جمع کن بابا چه چیز میکنی، این مسئله رو مطرح کردی، من فرزانه جایی باشه نمیام، من از فرزانه خوشم نمیاد. جاسوسان فوزیه، مدافعین فوزیه، اون کسی که خبرگزاری آسوشیتد پرس فوزیه، که البته خوب کاری میکنم، من صمیمانه از شما تشکر میکنم. خب هیچی، برید باش حرف بزنید، برید دست بردار. برگشت گفتش که من گفتم دوره همی خونه تو باشه، چرا همش خونه من باشه؟ این همه همیشه خونه من بوده. گفت من فرزانه رو خونه خودم راه نمیدم. آزرم یه حرفی زد، من اول اومدم بگم که خب باشه اب نداره، ما سه نفر حالا بریم خونه فوزیه بریم، مهم اینه که خونه فوزیه بریم، منو آذر رو چند نفر میشیم دیگه، همه میرن، رویام که سوئده، لالا هم که گفت آگوسته، لالا رو هم دعوت کرده بودن آگوسته، من خیلی تو هتلمون ماه چیز توریستا زیاد میام، ما سرد همش که مشغولیم، لالا هم نایمد، اون یکی که بود آها احمد هم که جواب در هر مورد جوابش منفی شده برای رویا، تشکر کرده از رویا ولی گفته در هر مورد چه خونه اون باشه چه خونه من باشه جوابش منفیه. خب احمد که جوابش منفی، لالا که توریست شب موقع توریست هست. حالا مونده بودیم من و فرزانه و آذر، من گفتم خونه فوزیه باشه. فوزیه چیکار کرد؟ بهانه آورد که نه من نمیخوام فرزانه باشه. من اول اومدم بگم که فرزانه نباشه، آذر خب برخوردش خیلی بهتر بود چون مدیریت این جریان آذر داره به عهده گرفت، گفت نه
این کار عادلانه نیست. ما آذرم دعوت شده، دلیل فوزیه چیز نیست، منطقی نیست، باید فرزانه رو ما بگیم. ما گفتیم فوزیه، برگشتم زنگ زدم بهش گفتم که فوزیه ما میخواییم دور همی خونه تو باشه تا اون پری روز پری شب هر سر زنگ زد گفت من نمیخوام فرزانه، من دوست ندارم فرزانه باشه. وقتی این حرف رو زد گفتم خب خوبه، تو دوست نداری فرزانه باشه، منم دوست ندارم خونه من تو باشی. آه این خیلی بهش بر میخوره. گفتم اگر تو دوست نداری بدون منطق، بدون این که فقط یه دونه اون سوال در مورد خدا کرده، با وجود اینکه انقدر خدا خداشو به ما حقره میکنه، تو اینجوری میکنی، خب پس من هم تو رو دوست ندارم بیای تو این دور همه. ما فرزانه رو دعوت میکنم خون روز چهارشنبه. حالا امروز قراره که آذر بره، آذر به فوزیه گفته که فوزیه من به آذر گفته که هر وقت تو خواستی بیا. گفتم هر وقت، هر به جا خواستی برو. اینقدر به جا رو دوست دارم ولی خوب نمیتونم بسن. هر به جا خواستی بیا. حالا دیگه اگر درست غلط گفتم هیچی. خانم آذرم آذر، گفتم آذر خب امروز. آها تو این وسط یه دفعه دیدم فوزیه که یه سال ما رو، ما خونش نرفتیم و در من پنجشنبه جمعه تو رو دعوت میکنم زیبا بیا خونه من. حالا تو این اوضاع احوال منم گفتم که آذر تو برو خونش، اگر تو رفتی تو خونش، آذرم سر کار میره دیگه، سیر دارم شما، سیر شدن، برو اونجا، تو برو سیر بعد از ظهر بخورم، شما بیاید اینجا، این تو بیا جلو. یه دفعه سیر شدم، قاشق رو داشتم تا اینجا می آوردم، قاشق رو داشتم می ببینید سر توی قاشق سیر شدم. یه دفعه بدنه گفت بس. من غیبت کننده شما یه استوری دارم غیبت میکنی، منم همینطور، من غیبت همه رو میکنم، غیبت همه رو. تو آزه کجاشو دیدی؟ خیلی جا چیزا هستش که اصلا این جریان جدا شدن احمد خیلی جالبم شده، باعث شده تمام اون لایه های درون من که اون زیر تو زیر زمین بوده اونا بیا بالا. حالا بیا کجاشو دیدی؟ دنست میخوام غیبت کنم تازه اولشه، بذار یه ذره بیشتر جرأت پیدا کنم. غیبت کردنم جرأت میخواد، خیلی راحتم نیست. اونم غیبت کردن من که وقتی میگم من غیبت میکنم علنیه، همه میتونم به هیچ وقت به کسی نمیگم، به کسی این حرفایی که میزنم بین خودمون باشه، هیچ وقت این حرفو نمیزنم. برای همین شما میرید به خودشون میگید و کار بسیار بسیار خوبی میکنید. الانم که لایو سیف میشه، لایو برام بهش میفرستید، بسیار بسیار کار خوبی میکنید. چون من خیلی حرفایی که تو لایو میتونم بزنم تو جرئت ندارم مقابلشون بزنم. صمیمانه از آیت الله اینستاگرام با تمام گندکاریای اینستاگرام که نمیدونم اینجا این شد اونجا اون شد و نمیدونم هی پستا رو برمی‌داره، نمیدونم فلان این کار رو میکنه، با تمام اینا بازم از صمیمانه بابت یه همچین چیز اینستاگرام ازش تشکر میکنیم. خب حالا احمد رو ولش کنیم، بذار فوزیه رو تموم کنم. در مورد فوزیه بهش گفتم که به این شرط رو گذاشتم، گفتم اگر امروز آذر رفت خونه فوزیه و این دو نفر با هم دیگه، حالا عکسم که نمیخوام بگیرن و فلان اینا، به خودشون ربط داره، فقط همین که بدونم که رفتن، اون موقع من تایش نظر میکنم در رابطه با دعوت فوزیه به چهارشنبه. قراره دور همی ما هم چهارشنبه است، با میزبانی رویا، هزینش هم ایشون پرداخته، مدیری میزبانی چیز رویاست، مدیریت آذر. خب حالا خونه هم اگر امروز از همه چی مشخص میشه که آیا من باهاش این ارتباط و بعدم تعیین میکنم امشب به حسم نگاه میکنم. امروز جمعه است؟ آره دیگه فکر کنم امروز جمعه است. آره به حسم نگاه میکنم، شاید رفتم خونه فوزیه بعد از یک سال. به حسم نگاه میکنم بعد از امسال، بعد از امشب دیگه، امروز امشب تعیین میشه، امشب
تا شبم کلی اتفاق افتاد. خب حالا دو رکعت نماز توبه بگو. اصلا مگه نماز میخونی که نماز توبه هم بخونی؟ بابا سالها گذشت. دی زایت ایز فور بای. اونایی که میخواستن آلمانی بگم بذارم به ترکی هم بگم. جده جده او زمان جده. اون ممه رو لولو برد اون زمانی که ما شبانه رو نماز شبم میخوندیم. اینا الان نوبت اونیه که برای من نماز بخونه که من براش نماز خوندم. نوبتی هم باشه نوبت اونه. نوبت اونه که توبه کنه. همیشه با ما یه طرفه توبه کنه. پدر مادرت برو بهشون بگو ما رو ببخش. خب کی شما رو ببخشه؟ کی شما رو ببخشه؟ چرا ما باید یه طرفه حرف شما رو اینوری رو گوش بدیم؟ پدر، بزرگتر، دایی، عمو. ببین آخه عموست، آخه داییه، آخه پدره، آخه مادره، آخه معلمه، آخه پیغمبره، آخه خداست. که نوبت خوده، که نوبت خوده، حالا نوبت خوده، خود. به همون خداتون که نماز میخونید، اونایی که نماز میخونیم بهش بگید که دو رکعت نماز توبه بخونه، بیاد دو رکعت نماز توبه برای زیبا ناوک بخونه. اون موقع ما میتونیم باهاش حرف بزنیم. اگه قرار توبه باشه، من توبه از کسی نمیخوام، من میگم هر غلطی کردی تا حالا کردی، خب میای میشین در موردش حرف نه. توبه کن منو ببخش فلاینو. میای یه سری چیزا رو میشینیم آسایناندر درزتسن میکنیم با هم دیگه حل و فصلش میکنیم. میشینیم توبه موبی نمیدونم ستایش های کس شعری الکی هم نداریم که منو ببخش. تو هیئت میگی منو ببخش. حالا داره به شوهرش فکر میکنه، به پولی که من داره میخواد به دست بیاره فکر کنه، به بورسش فکر میکنه، به زنی که دوستش داره فکر میکنه. خودتون رو دو گول نزنید، مردم رو گول میزنید، خودتون رو گول نزنید. تو همین هیئت هایی که میرید دارید گریه میکنید، یه لحظه از خودتون بپرسید به چی دارید فکر میکنید، به چی دارید فکر. واقعا امام حسین، واقعا خدا، اصلا کیه جز نیازهای شما؟ به شما یه استوری هم گذاشتم، اگر خدایی وجود داشته باشه اونقدرم احمق نیست، اگه خدایی هم وجود داشته باشه. بابای من یه حرفی بامزه میزد خیلی جالب. من کوچیک بودم خیلی به فکر فرو میرفتم. بعد مامان من یه ذره مومن بود، مومن هایی که مثلا حالا مومن دیگه یه توش مامان من مومنیشو تو سر خودش بخوره و تو سر دیگران مومن لحظه بله، یعنی از این لحظه به اون لحظه دروغ میگفت، دروغ میگفت. فقط یه دونه روسری رو داشت. حالا خوبه که روسریه میمقدار چادر بعد از انقلاب گذاشت کنارو روسری شد. روسری هم یه ذره حالا اینوری رفت و حالا مدرن تر شد. بابای من یه نماز میخوند، خیلی خنده دار بود نماز خوندنش، انقدر با سر بسم الله الرحمن الرحیم دل رحمن بسم الله بسم الله بسم الله. آقا دو دقیقه طول نمی کشید نمازه، خیلی با مزه نماز میخوند. یه بار گفتم آقا جان تو چرا نماز میخونی؟ گفتش که قزم باخ بیر یه ذر ترکی حرف بزن. بیردن جلدوخ جردوخ چی؟ الله وارده. بیردن جلدوخ جردوخ چی؟ اولنن سورا قیامت وارده. بیردن اون آدم بیزه حساب جرشه والله. اون ده بلس نه دیگر روخ چی؟ بابا بیز نماز کلمش اوها. دیگه ترکا حالا تاره ترجمه فارسی کن. اونایی که خندیدن معلومه که ترکه. اونایی که خندیدن معلومه ترکه. حالا براتون برای فارسا ترجمه میکنم. گفتم آجان چرا نماز میخونی؟ گفت اومدیم و قزم یعنی دختره.
اومدیم و یه دفعه قیامت وجود داشت. اونجا خدا از ما سوال بکنه، دقیقا مثل بازاریا. بازاری چجوری چیز میکنه؟ اون موقع میگیم بابا ما نماز خوندیم، ما ببین ما نمازمونو خوندیم سر. میخوام یه چیز بهتون بگم، فقط اونایی که خدا پرستن، اونایی که خدا رو میگن، من که خدا پرست نیستم، من که خدا پرست نیستم و بهش هم گفتم موقعی میپرستم تو رو که بیا اینجا بشینیم با من مستقیم همه جوره تو رو حست کنم و حتی دا حد سیکس حست کنم و تو منو همونطور که من تو رو میپرستم تو رو هم بپرستم. حالا تازه خیلی کار داریم، اگه خدایی اون موقع اومد حالا خیلی کار دارم باش. همینطوری نیستش که صلاح ملاح بوده فلان بوده بره، خیلی حرفو داریم. حالا اگه اومد، حالا تا اون موقع که بیا سراغمون خیلی مونده. حالا اما اونایی که خدا پرستن یه ذره یه چیز رو بهتون میگه، اگه واقعا خدایم وجود داره فقط به این فکر کنید که اگه وجود داره احمق نیست، احمق نیست. این یادتون باشه، مثل بابای من تو اون روز قیامت برخورد نکنید. قزم 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 خندم گرفته بود. همونطور که یکی از کسانی که باعث شد، کسانی که باعث شدن هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت تا این 61 سالگیم بچه نخوام، بچه دار نشم، حتی آرزوی اینو نداشته باشم که بچه دار بشم، همین اطرافیان من بودن، از جمله پدر و مادرم. گفتم من بچه دار بشم مثل این، من بچه دار بشم مثل اون، من بچه دار بشم مثل خواهرم. بعد می دیدم عاشقانه وای خودشونو می کشم برای بچه، اما خودمو جای اون بچه می زاشتم، جای اون رابطه می زاشتم. هینترکولیسه کلمه آلمانی، پشت صحنه رو که می دیدی، واقعیت اون رابطه رو می دیدی، بعد می گفتی نای نای هرگز. نخواستم، تا حالا ندیدم کسی که واقعا عاشق بچهش باشه، چون عاشق خودش نبود. اگر کسی عاشق خودش، این عشقای میمونی رو ول کنید، من همش فقط بچه‌م و دیگه هیچ، خودمو میسوزونم، خودمو فدا میکنم. هنر پیشه های قشنگی هستید، هنر پیشه های قشنگی هستید و داره خوشبختانه قیامت اون روایاتی که گفته شده داره اجرا میشه، که میگن در روز قیامت بچی مادر بچی شیرخوار خودشم میذاره همه این بچه. این سمبولیکه، یعنی چی؟ یعنی اصالت با خون نیست، اصالت با این روابط نسبی و سببی و اینا نیست، اصالت با چیز دیگه است. اونو باید پیدا کنه. برای همین میگذره. برای همین ببینید داره ای وای پدرم داره، پدرش در حال مرگ مثلا، فلان به این فکر میکنه که چی ازش بهش میرسه، با برادره، با اختلافات، با همه چیزا، با شوهره، زندان ها پر از مه برای آفرین به جمهوری اسلامی، آفرین به جمهوری اسلامی که باعث شد که اسلام ماهیتش رو بیشتر نشون بده و انسان ها ماهیتشون رو بیشتر نشون بدن.
زنان خودفروش خودشون رو نشون بدن، عشقهای ظاهری خودشون رو نشون بدن، با کفن میرفت، با کفن با لباس سفید میومد خودشون رو نشون بدن. قیامت قیامت قیامت. همه چی آرومه، من تو رو میخورم، اما حسم رفته، نمیخورم منم. حتی این کافه رو نمیخوام بخورم، چای میخوام بخورم، آب بخورم. بیا تو جلو برام کافی شدید. لیوان بلنشم بیارم؟ فعلا لیوان نمیارم دیگه، از بچه ها جلو هستم. مگس هم اومده بچه، مگس هم اومده. آروم، وقتی من لایف میذارم تو میای گوش میدی؟ بعد از لایف ببینی یه مگسه دیگه. مگس مگس مگس، چقدر جالبه لایف که میذارم وزوز نمی کنه. آروم انگار میشه گوش میده، خیلی جالبه. اون روز به فوزیه گفتم، فوزیه گفت نه من مگس ها و عنکبوت ها رو میکشم. گفتم هرگی تو خونه من این کار نمی کن. خونه من مگس و عنکبوت، من تا الان که اینجا عنکبوتی نکشتم. دیدن دیم دیم دیدن. خب در مورد خدا هم که گفتم که فکر کنید همه اینایی که هیئت هستن میرن. خوبه دیگه، میری تو هیئت همون جاها که دارید یه مدیتیشن بکنید با خودتون، بعد بگید که من برای چی اومدم. به راستی برای چی اومدم؟ اگر کسی با خودش رو راست شد، با دیگری هم رو راست میشه. بریم آهنگ رو بذاریم. نوش جانه دلان دلان، نوش جانه دا دا دام. چه سینه ها تکم بخواه، این لباسه چقدر خوشگل، سینه همون اینجای قشنگ تکم بخواه. نوش جانه دکوچی بگوچی دگودگوری بگوری دو، خیلی خوشگل نشون میده. سینه های گندم و دوششون داره. نوشه جانه دادادادان دارادادان دادادادان دی دی دی. انقدر این لباس هم دوستان نافم رو نشون میده، میشه نافم بیرون میاد، خوشم میاد ناف، چه خوشم میاد شکم گنده نافم، ناف نافم دی 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 دی، شکم گندم دی 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 دی، ناف نافم. برید اسکرین بگیرید بفرستی، شکم گنده پروفسور بازی در بیاری، تحلیل کنی چی شده، چه جوری شده، فلان شده، یکم مشغول میشید. نه خوبه. دیوانه میرقصه، دیوانه میرقصه.